عزیزم سلام، خیلی خوش اومدیم به بوگن شماره 46. میریم که با هم سوالها رو تمرین کنیم. کوتاه بگم که 46 تا 66 فقط 20 تا بوگن مونده، یعنی ما بیشتر بوگن ها رو با هم دیگه الان تمرین کردیم و دیگه چیزی نمونده که تموم بشیم. خوشحال میشم برام بنویسین که در چه سطحی هستین و خودتون رو تا چه حدی فیت میبینین. خب میریم سراغ سوالها. سوال شماره 1: Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. شما به بچه های نزدیک میشین که دارن توی پیاده رو بازی میکنن. Wie müssen Sie sich verhalten? چطوری باید رفتار کنین؟ Unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Unverändert یعنی بدون تغییر، بدون هیچ تغییری به راهمون ادامه بدیم تا مزاحم ماشین های پشتی نشیم، مانعی برای ماشین های پشتی نداشته باشیم. هوپن اون weiterfahren، بوق بزنیم و به راهمون ادامه بدیم. langsamer fahren und bremsbereit sein، آروم تر بریم و آماده ترمز باشیم، که مسلما همتون میدونین که آروم تر و آماده ترمز. سوال شماره 2: worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen؟ توی همچین موقعیتی باید بر چه چیزی آمادگی داشته باشین؟ Der Hund، بزرگش کنیم، اینو میگه. Der Hund läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her. این سگ میپره وسط خیابون و بچه رو پشت سر خودش میکشه. Der Hund wird von dem Kind sicher unter Kontrolle gehalten. بچه سگ رو خیلی خوب تحت کنترل داره. Der Hund reißt sich los und das Kind läuft hinterher. سگ خودش رو رها میکنه، میدوه و بچه هم پشتش میدوه. که با اینکه بچه بتونه سگ رو کنترل کنه نمیتونیم حساب کنیم، ولی با دو گزینه دیگه که موجب خطر میشن، بله. سوال شماره 3: Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen؟ توی این موقعیت با چه چیزی باید حساب کنیم؟ ماشین اینجا پارک شده و این دو چرخ سوار جلوی ماست. Der Radfahrer wird absteigen, um mich vorbeizulassen. دوچرخه سوار پیاده میشه تا من بتونم رد شم. Mit Gegenverkehr، با اینکه از روبرو ماشین بیاد. Der Radfahrer wird links an dem parkenden PKW vorbeifahren. دوچرخه سوار سمت چپ از این ماشین میاد که رد بشه یا رد خواهد شد. که کوتاه نگاه کنیم، از اینجا هم ماشین داره میاد، پس با گگنفکر باید حساب کنیم و اینکه دوچرخه سوار بخواد از این ماشین رد بشه. سوال شماره 4: warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein؟ چرا اینجا باید به خصوص مراقب باشید؟ weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat، به خاطر اینکه اون ماشینی که از سمت چپ میاد حق تقدم داره. weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte، چون یک ماشین از سمت راست میتونه بیاد. weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht، به خاطر اینکه موقع ترمز کردن خطر لیز خوردن زیاده. خب اول این سمت، این از حق تقدم نداره، ببخشید بعضی وقتا همچین لکنت به لکنت میفتم، این حق تقدم نداره برای اینکه rechts vor links هست، یعنی ما به این حق تقدم داریم، اگه اینجا بود حق تقدم میداشت. ولی اینی که از سمت راست ممکنه ماشین بیاد، اینجا یه خیابونه و اینکه موقع ترمز کردن به خاطر این برگ های خیس ممکنه که لیز بخوریم، خطر لیز خوردن زیاد. سوال شماره 5: wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen؟ اینجا چه موقعی همچین جایی میتونه به یک موقعیت خطرناک تبدیل بشه؟ wenn der Radfahrer am Ende des Radweges anhält،
اگر که دوچرخه سوار در انتهای این راه دوچرخه توقف کنه، Wenn der Radfahrer auf meine Fahrbahn wechselt, اگر که دوچرخه سوار توی خیابون ما بیاد، Wenn ich unvermindert weiterfahre. اگر من با بدون اینکه سرعتمو کم کنم به راهم ادامه بدم. Unvermindert, vermindert یعنی کم شده. Unvermindert یعنی کم نشده. با سرعت کم نشده ادامه بدم. که اگر که بیاد تو خیابون و ما سرعتمون رو کم نکنیم خطر به وجود میاد. سوال شماره 6 یه ویدیوه که با هم میبینیم. پشتمون هم گهگاهی نگاه کنیم. اوکی. نمیدونم. ببینیم سوالا چی میخوان. Wie verhalten Sie sich jetzt? الان شما چه رفتاری دارین؟ یه بار دیگه نگاه کنیم. اوکی. جوابا رو هم ببینیم. Gleichmäßig weiterfahren. مثل قبل به راه هم ادامه میدم. Verzögern und bremsbereit sein. سرعتم رو کم میکنم و آماده ترمزم. Nach links ausweichen. دستم رو به سمت چپ میدم. که کاری که اینجا میکنیم سرعت رو کم میکنیم و ترمز میکنیم. دستمون اگر به سمت چپ بدیم این موتور سوار رو به خطر میندازیم. سوال شماره 7. Vor dem Motorrad möchte ein PKW auf die Fahrbahn zurücksetzen. جلوی موتور یک ماشین میخواد که دنده عقب بیاد توی خیابون. بازش میکنم. اینو میگه. Womit müssen Sie rechnen? با چه چیزی باید حساب کنیم؟ Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird. اینکه موتور ترمز کنه. یه هوی ترمز کنه. Dass der PKW weiter zurücksetzt. اینی که ماشین همچنان دنده عقب بیاد. Dass mein Bremsweg länger als normal ist. که راه ترمزم طولانی تر از حالت عادی باشه. که همه اینا ممکنه. ممکنه این یه هوی ترمز کنه. این ممکنه ترمز نکنه و همچنان بیاد عقب. و راه ترمزمونم که مسلماً توی برف و یخ خیلی طولانیه. سوال شماره 8. Was kann Haschisch Konsum bewirken? مصرف حشیش چه تأثیراتی داره؟ Verbesserte Zeiteinschätzung. حسمون رو برای زمان بهتر میکنه. Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen. نشگی با حالتهای Verwirrtheit یعنی گیجی. با گیجی و افسردگی. Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens. Nashegi ba tawahumat, Sinnestäuschung, yani inke ishtebahat zehni, masala. اشتباهات ذهنی یا همون توهم، توهم‌های خطرناک و هرابزتسونگ یعنی پایین اومدن، پایین اومدن عکس العمل که مسلماً دو و سه هستن. ببخشید. سوال شماره 9. Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet. شما اشتباهاً ایرتوملیش یعنی اشتباهاً سمت چپ اومدین رو خط سمت چپ. Möchten aber nach rechts abbiegen. میخواین ولی به سمت راست بپیچین. Wie verhalten Sie sich richtig? رفتار درست چیه؟ Ich fahre geradeaus weiter und biege im Kreuzungsbereich rechts ab. من مستقیم میرم و به چهارراه که رسیدم به سمت راست میپیچم. Ich wechsle vorsichtig in den rechten Fahrstreifen. من خیلی با احتیاط خطم و به خط سمت راست تغییر میدم. Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab.
من یا مستقیم میرم یا به سمت چپ میپیچم که این کار رو میکنیم حتما. درسته که از اینجا ماشین نمیاد و میتونیم خطمون رو عوض کنیم ولی چون خط ممتده این کار رو انجام نمیدیم. سوال شماره 10. Wozu kann ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beitragen? فاصله کافی، ausreichender Abstand, یعنی فاصله کافی به ماشین جلویی، zum vorausfahrenden Fahrzeug, به چه چیزی کمک میکنه؟ Zur Verringerung des Unfallrisikos, به پایین اومدن ریسک تصادف، zum vorausschauenden Fahren, اینی که بهتر رو با دید بهتر و دورنگرانه تر بتونیم رانندگی کنیم، zur Einschränkung der Sicht, به محدودیت دید که دید ما رو محدود نمیکنه، برعکس خیلی بهتر میتونیم ببینیم و اون دو گزینه دیگه هم درستن مسلمه. ریسک تصادف رو پایین میاره و اینکه بهتر میتونیم بقیه چیزا رو ببینیم. سوال شماره 11. Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. شما میخواین که از یک درشگه با اسب Pferdekutsche توی یه خیابون کمربندی سبقت بگیرین. Wie verhalten Sie sich richtig? رفتار درست چیه؟ Ich achte auf Handzeichen zum Abbiegen des Kutschers. من به حرکت دست درشک سوار برای اینی که بخواد بپیچه دقت میکنم. Ich halte einen möglichst geringen Seitenabstand. من فاصله کناری کمی نگه میدارم. Ich halte einen ausreichenden Abstand zum Wiedereinscheren. من برای اینکه دوباره توی خط بیام، یعنی اگر سبقت گرفتم توی خط بخوام بیام، به اندازه کافی فاصله نگه میدارم، که به اندازه کافی فاصله همیشه خوبه، فاصله کم گرینگ از زیتن ابشتند همیشه بده و اینکه اختنم همیشه خوبه. دقت کردن. سوال شماره 12. Wer parkt falsch? کی اشتباه پارک کرده یا پارک میکنه؟ Keiner der beiden PKWs, هیچ کدوم از ماشینا. Der dunkle PKW, ماشین تیره رنگ. Der weiße PKW, ماشین سفید رنگ. ماشین سفید رنگه که توی این خطا استاده و اشتباه است. سوال شماره 13. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? این علامت اسمش چیه؟ چه معنی میده؟ اسمشو که میدونین دیگه. این اندریاس کرویتز هستش. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang. وسایل نقلیه‌ای که از روی ریل رد میشن همیشه حق تقدم دارن. Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen. نشونه اینه که، یعنی علامت یا آره، نشونه اینه که سیم‌های برقی از بالا رد میشن. Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. همیشه وقتی که یک وسیله نقلیه روی ریل، حالا نمیخوام بگم قطار، همینجوری که خودش نوشته میگم، نزدیک میشه. که مسلماً هر سه اینها درستن. سوال شماره 14. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? رفتار درست الان چیه؟ Ich überquere die Kreuzung vorsichtig. من از چهار راه خیلی با احتیاط رد میشم. Ich lasse das blaue Fahrzeug zuerst fahren. من اجازه میدم که ماشین آبی رنگ رد بشه. Ich warte vor der Kreuzung auf weitere Weisungen des Polizeibeamten. من جلوی چهار، من سر چهار راه یا قبل از چهار راه منتظر علامت های بعدی
پلیس میشن. که توی همچین موقعی با اینکه چراغ قرمزه و این علامت میگه که حق تقدم با ما نیست، ما میتونیم خیلی با احتیاط از چهارراه رد بشیم، به خاطر اینکه پلیسی که اینجا ایستاده داره به این علامت میده که وایسه. سوال شماره 15: Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. شما سر یه چهارراهی میرسین که مستقیم یا همون فوراً نمیتونین تشخیص بدین که حق تقدم با کیه. Wie verhalten Sie sich? چه رفتاری درسته؟ Als geradeaus Fahrer immer durchfahren. به عنوان کسی که مستقیم میره همیشه رد میشم. Nach der Regel rechts vor links fahren. طبق قانون، ببخشید، راست قبل از چپ رانندگی میکنم. Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit den anderen verständigen. صبر میکنم، نگاه میکنم و اگر لازم شد با بقیه در مورد این توافق میکنیم که کی اول بره. که گزینه 3 درسته. سوال شماره 16: Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. من باید بذارم که ماشین آبی رنگ رد بشه. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. بعد اجازه بدم که موتور سوار رد بشه. Ich darf vor dem blauen PKW fahren. من اجازه دارم قبل از ماشین آبی رنگ برم. که این که به هر حال توی خیابون اصلیه و اجازه داره بره. میمونه بین ما و این که این سمت راستی بعد. سوال شماره 17: Wie verhalten Sie sich richtig? رفتار درست چیه؟ Ich fahre nach dem gelben PKW. من بعد از ماشین زرد رنگ میرم. Ich fahre nach dem blauen LKW. من بعد از کامیون آبی رنگ میرم. Ich fahre vor dem gelben PKW. من قبل از ماشین زرد رنگ میرم. که اینجا هیچ علامتی نیست، پس یعنی rechts vor links، پس زرد باید قبل از ما بره، ما بعد از اون میریم. ich fahre nach dem gelben PKW و میخوایم سمت چپ بپیچیم، کسی که مستقیم میاد اول باید بره. nach dem blauen PKW. سوال شماره 18: Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? رفتار درست با دیدن این تابلو چیه؟ Nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten. فقط به ماشینی که از سمت راستمون میاد دقت کنیم. Brems bereit sein. آماده ترمز باشیم. Geschwindigkeit vermindern. سرعتمون رو پایین بیاریم. که این تابلو معنیش اینه که سر چهار راه بعدی که میرسین قانون rechts vor links هستش. ولی این معنیش این نیستش که فقط باید به اون توجه کنین. اینی که میگه nur von rechts kommenden Verkehr beobachten، فقط به اون نگاه کنیم، این غلطه. درسته که اون حق تقدم داره، ولی ما باید به همه نگاه کنیم. ولی باید آماده ترمز باشیم و سرعتمون رو کم کنیم. سوال شماره 19: Sie sehen dieses Verkehrszeichen. شما این تابلو رو میبینید. Womit müssen Sie rechnen? با چه چیزی باید حساب کنید؟ Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht. با اینکه از طریق نور ماشینی که از روبرومون میاد شبا چشمون اذیت بشه. Mit Gegenverkehr. با اینکه از طرف مقابلمون ماشین بیاد. Mit Vorrang des Gegenverkehrs. با اینکه کسی که از مقابل ما میاد حق تقدم داره، که معنی این فقط همینه که از مقابل ما ماشین میاد، یعنی یه خط از این ور میره یه خط از این ور میاد، و اگر شب باشه امکانش هستش که چشمون از چراغش اذیت بشه
ولی هیچ چیزی در مورد حق تقدم توی این تابلو گفته نشده. سوال شماره 20: Wann ist es sinnvoll, einen Verbrennungsmotor abzustellen? چه موقعی عاقلانه است یا درسته که موتور رو خاموش کنین، موتور ماشینا؟ فبرنونگز موتور که میگه موتورای ماشینی که مثلا بنزین و گازوئیل و اینا میخورن الکتریکی نیستن، بهشون میگن فبرنونگز موتور. Beim Halten an Kreuzungen mit Stoppschild، وقتی که سر چهار راه پشت تابلو ایست ایستادیم. Beim B und Entladen des Fahrzeugs، موقعی که داریم بار میگیریم یا بار خالی میکنیم. Bei längerem Warten an Bahnübergängen، وقتی که سر جاهایی که محل عبور قطاره باید طولانی مدت صبر کنیم، که موقع بار گرفتن و پشت شخنکه یا مانع بله، ولی پشت تابلو ایست نه. میرسیم به قسمت ب دوستان و ده سوال آخر. سوال شماره یکش هست: Warum müssen Sie bei starkem Regen die Geschwindigkeit verringern؟ چرا وقتی که بارون تند میاد باید سرعتتون رو کم کنید؟ Weil der Bremsweg länger wird، چون راه ترمزمون طولانی تر میشه. Weil Aquaplaning oder Wasserglätte auftreten kann، به خاطر اینکه این وضعیتی که آب میپاشه به ماشین یا به آبرین پیاده ممکنه پیش بیاد. Weil die Sicht schlechter wird، برای اینکه دید ما بدتر میشه، که هر سه اینها درست هستن. سوال شماره 2: An einer roten Ampel innerorts möchten Sie ein anderer Fahrer offensichtlich zu einem Straßenrennen provozieren. سر یه چراغ قرمز در شهر میخواین که یک راننده دیگر رو از طریق کورس گذاشتن تحریک کنید. Wie sollten Sie sich... Aha, na, un mechat schon mal tahrik konne. Also an einer roten Ampel innerorts möchte sie ein anderer Fahrer offensichtlich zu einem Straßenrennen provozieren. Jek ronande je dige, sare chiraq ampel mechat schon mal tahrik konne, he gir mide behetun, ke batun kurs bezare. Autorennen. Wie sollten Sie sich verhalten? Chejuri baad raftar konne. Ich steige aus und stelle den Fahrer zur Rede. Man piade mischam va azash miporsam ke chera. Ich nehme die Herausforderung an, ohne jedoch 50 Kilometer pro Stunde zu überschreiten. Man in Herausforderung, in Jang, masalan hala, ya in chizi ke azam mikhat o qabul mikonam, vali bishtar az 50 kilometer dar sa'at rannandegi nemi konam. Ich schenke diesem Verhalten keine Beachtung. Man be in raftar hich tawajjuhi nemi konam. Ke daqiqan in kari hastesh ke bayad bokonim. Sual shomare 3: Sie fahren 40 Kilometer pro Stunde. Shoma 40 Kilometer dar saat darin rannandegi mikonin. Bei einer Gefahrbremsung beträgt der Bremsweg circa 8 Meter. اگر که پاتون رو محکم روی ترمز بذارین، راه ترمزتون حدوداً 8 متره. و wie lang ist der Bremsweg unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 Kilometer pro Stunde? اگر توی شرایط یا همین شرایط راه ترمز شما چقدره اگر که 50 کیلومتر در ساعت سرعتتون باشه، که شما باید برمز ویگو حساب کنین. 50 تقسیم بر 10 میشه 5، تا
5 ضرب در 5 میشه 25 و 25 رو چون گفا برمزون پاتون رو محکم میذارین رو ترمز نصف میشه، میشه 12 و نیم. سوال شماره 4: In welcher Entfernung ist das Warndreieck aufzustellen, wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist? در چه فاصله ای باید این سه گوش خطر رو بذارین اگر که ماشینتون وسط خیابونی که خیلی سریع رانندگی میشه، حالا یا اتوبان، لندشتراسه، چیزی مونده، حالا یا خراب شده یا روشن نمیشه، هر چیزی که هستش 100 متر. سوال شماره 5: Wie viele Anhänger dürfen hinter einem PKW der Klasse B mitgeführt werden? چند تا انهنگر دیگه میدونین چیه که از اینایی که میکشه ماشین با خودش، اجازه دارن با به پشت یک کامیونی که کلاس B هست وصل بشن، که نمیدونم راستش، میگم یک، حالا مثلا آره همون یکی. اوکی. سوال شماره 6: Was müssen Sie bei der Benutzung von Navigationssystemen und Straßenkarten beachten? به چه چیزی باید توجه کنین وقتی که میخواین از سیستم جی پی اس و یا نقشه خیابونا استفاده کنید. Alle Navigationssysteme können sich automatisch aktualisieren. همه سیستم های جی پی اس میتونن خودشون اتومات آپدیت بشن. Auch aktuelle Inhalte können von der Realität abweichen. حتی اونایی که آپدیت شدن میتونن در یعنی با واقعیت متفاوت باشن. Die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet sein. محتویاتش میتونن بعد از همون موقع بعد از خرید دیگه قدیمی شده باشن. که همشون، باز دوباره اینم میرسیم به اینی که همیشه خوبه، همشون خودشون رو آپدیت نمیکنن. پس این اشتباهه که میگه همشون خودشون رو آپدیت میکنن. گزینه 2 درسته که میتونه واقعیت باز فرق کنه. گزینه 3 هم درسته. سوال شماره 7: Was ist beim Fahren mit einem Quad zu beachten? رانندگی وقتی که با یک کواد رانندگی میکنیم باید به چی توجه کنیم؟ Es sollte Motorradschutzkleidung getragen werden. لباس های ایمنی موتورسوارها باید تنمون باشه. Die notwendigen Lenkkräfte können deutlich höher sein als bei einem PKW. نیرویی که برای فرمون دادن احتیاج داریم میتونه خیلی بیشتر باشه از برای ماشین. Es muss ein Warndreieck mitgeführt werden. یک سه گوش خطر باید با خودمون داشته باشیم. که هر گزینه 2 و 3 من باشم میگم درسته، ولی یک نمیدونم. یکم درسته. پس باید هم موتور، اینو میدونین که کواد این موتورهاییه که 4 تا چرخ دارن. پس باید لباس های ایمنی تنمون باشه. باید آره، اینی که خب مسلمه که فرمونش نیروی بیشتر میخواد و سه گوش خطر که همیشه باید همراهمون باشه. سوال شماره 8: Woran können Sie während der Fahrt eine defekte Blinkleuchte erkennen? از چه طریقی میتونین موقع رانندگی متوجه بشین که یک راهنماتون خرابه؟ Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich. این چراغ کنترل راهنما سریعتر از همیشه چشمک میزنه.
Eine defekte Blinkleuchte ist während der Fahrt nicht erkennbar. Ini ke rohnamo kharab shode bashe moge ranandegi mushakhas nemishe. Ke chera mushakhas mishe? Hamini ke sari tar chashmak mizane rohnamo az tu, neshone ine ke kharabe. Säule Nummer 9, der Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr automatisch auf. کمربند شما دیگه خودش اتومات سر جاش نمیره، یعنی اینی که دیدین وقتی که بازش میکنین خودش کشیده میشه میره تو، این اتفاق دیگه نمیفته. Woran kann es liegen؟ به چه خاطر میتونه باشه؟ Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt. این سیستمی که باعث این میشه خرابه. Sicherheitsgurt ist verdreht. یک پیچ توی خودش داره کمربند. Sitzverstellung ist defekt. اینی که صندلی جا به سیستمی که صندلی رو جابجا میکنه خرابه. که به این کاری نداره ولی گزینه های یک و دو میتونه هر کدومش باشه. میتونه خراب باشه یا میتونه فقط کمربند یه پیچ توش داشته باشه. سوال شماره 10، welche Vorteile bietet ein Anti-Blockiersystem ABS. سیستم ABS که سیستم ABS که جلوی بلوک شدن قفل شدن ماشین رو میگیره چه مزایایی داره؟ Beim Bremsen in der Kurve wird die Kippgefahr vermindert. اگر که توی پیچ ترمز کنیم خطر چپ کردنمون کمتر میشه. Das Durchdrehen der Räder beim Anfahren wird verhindert. اینی که چرخ ها موقع حرکت کردن همینطوری هی پشت سر هم چی میگن بهش؟ که چرخ همینجوری در جا بزنه. جلوی اینو میگیره. Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist möglich. ترمز محکم و همزمان فرمون دادن به یه طرف دیگه امکان پذیره که دقیقا این کاریه که ABS میکنه. چون معمولا اگر ABS نداشته باشه وقتی که پاتون رو میذارین روی ترمز فرمون قفل میکنه و دیگه نمیتونین فرمون رو تکون بدین. ولی ABS میتونین هم ترمز رو محکم کنین، همین که همچنان دستتون رو مثلا بدین به چپ یا راست و از زیر این مثلا مانع از کنارش رد بشین. پس گزینه سه starkes Bremsen und gleichzeitiges همزمان ausweichen یعنی از کنار رد شدن، خالی دادن ممکنه. خب دوستان، بوگن شماره 46 تموم شد. میخوام خیلی کوتاه با همدیگه نگاه کنیم ببینیم که چجوری هست وضعیتمون. 80% سوال ها رو تا الان تمرین کردیم و 31-32% حدودا آماده ایم برای امتحان و من خیلی خوشحالم برای این 20 بوگن آخر که با هم دیگه تمرین میکنیم و روزی که همه اینا به آخر برسه و شما به من خبر بدین که گواهینامتون رو قبول شدین. تا بوگن بعدی خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنین. تا بعد.